این روزها هر ساله در سالگرد آغاز جنگ ضد میهنی رژیم آخوندی هیاهو و زیادی را میندازه همایش را میندازه رژه را میندازه برنامه را میداده که بگه اون هشت سال جنگ با تمامی ضایعات انسانی و اقتصادی اجتماعیش دفاع مقدس بوده حالا چون قسم از برنامه قصد داریم به نگاهی بندازیم به برخی مدارک و شواهد از همون سالها و چرایی شروع شدن جنگ ایران و عراق و بعد هم چرا ادامه پیدا کرد روزنامه کیهان در روز هفت اسفند و هفت نوشت که امام خواستار تشکیل دولت جهانی اسلام شد یعنی حتی یک ماه از اومدن خمینی به ایران نگذشته بود که دیدیم وعده خلافت جهانی داره میده سند بعدی هم گویای همین واقعیت هست که این جمله خمینی رو رسانه‌های اون زمان با تیتر نوشتند که امیدوارم یک دولت بزرگ اسلامی به همه دنیا غلبه کند اما خمینی هدف مشخصی برای شروع این ایده شومش داشت هدفش این در واقع مسیر این خلافت جهانیشو می‌خواست از عراق شروع کنه چرا عراق عراق اکثریت شیعه بود عتبات عالیات اونجا بودن و عراق بیشتری مرز زمینی رو با ایران داشت به خاطر این اولین اول هدف خمینی بود روزنامه کیهان روز سی فروردین 59 یعنی پنج ماه قبل از شروع جنگ در بالای صفحه اولش تیتر زد که امام ارتش عراق را به قیام دعوت کرد با چنین تحریکات علنی و برخی عملیات ایزایی در عراق بود که جنگ ایران عراق شروع شد اما خب به تحت هر شرایطی باید گفت که این عراق بود که به ایران حمله کرده بود و همونطور که بعد در این سند مشاهده می‌کنید مجاهدین هم در سال 1359 به دفاع از خاک میهان در مقابل تجاوز عراق برخواستند و اولین نیروی بودند که در آبادان در برابر نیروهای عراقی ایستادند و جنگیدند اما خمینی باز اونجا حد اهداف دیگه ای رو داشت پیش می برد. خب این نه آبادان براش مهم بود نه خودستان فقط حفظ جایگاه ولی فقیه براش مهم بود به خاطر همین توی این سند از نشریه مجاهد اگر که گویا باشه می که در این نشریه مال آبان 59 نوشته که گزارش به خلق ایران و هشدار مجاهدین خلق ایران در مورد دستگیری نیروهای جانبرکف مجاهدین خلق در جپای مقاومت یعنی نیروهای مجاهدین که داشتن تو جپها در برابر تجاوز عراق می جنگیدن و دفاع می کردن. توسط پاسداران خمینی داشتن اونجا دستگیر می شدن و تعدادی از همین قهرمانانی که اون سال دستگیر شدند در تابستان 67 هم توسط همین رژیم سر به شدند سوال بعد اینه که چرا جنگ هشت سال به درازا کشید در همون ماه اول جنگ میان جیگری های زیادی صورت گرفت تا این جنگ متوقف بشه هست در تاریخ در 24 مهر 1359 که محمد علی رجایی نخست وزیر وقت خمینی اون موقع به سازمان ملل رفت و یک پیشنهادی داد که متجاوز به مرز خود برگردد نیروی بیطرفی در مرزها مستقر شود تا دوباره تجاوزی اتفاق نیفتد خب این پیشنهاد هم از طرف جامعه بین المللی با استقبال مواجه شد اما وقتی که سازمان ملل و عراق طرح رژیم رو این طرح رو پذیرفتن و نیروهای عراقی به مرزهای بین المللی برگردن خمینی همین ترسولی که از طرف نفر خودش رجایی اومده بود رو اونم رد کرد و جنگ رو ادامه داد چون جنگ نیاز خمینی برای سرپوش گذاشتن بر سرکوب و اختناق داخل کشورش بود و بارها شنیدید که گفته بود جنگ نعمت الهی است جنگ برای خمینی و باند تبعکاش و سپاه پاسداران سود داشت سپاه خوش تجهیز کرد به اصطلاح خودش پیشرفت داد و برای مردم ایران اما فقط مرگ و ویرانی به همراه داشت و به حال نتیجه سیاست خمینی چه بود این بود که تا روز آزاد شدن شهر در سال 61 آمار حکومتی از کشته های جنگ بر طبق برخی منابع بیش از 6000 نفر بود اما بعد از 8 سال جنگ حداقل آمار تلفات انسانی جنگ که اعلام شده 218886 و و و نفر و حداکثر هم 1 میلیون 250 و و نفر اعلام شده دستاورد جنگ ضد میهنی خمینی و رژیمش برای مردم ایران رو میشه در این آمار خلاصه کرد دو میلیون کشته و معلول در میان اونها البته باید گفت که بیش از ۳۳ هزار دانش آموز و همچنین بیش از 3500 دانشجو هم جزء این تلفات و کشیدگان جنگ بودند 50 شهر ویران شد 3000 روسا نابود شد کشاورزی از نفس افتاد 40 هزار اسیر داده شد 4 میلیون نفر آواره شدند 7000 نفر مفقود الاثر شدند و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی به این کشور وارد شد بعد اضافه کرد به همه اینها به تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن 80 درصد صنایع و نابودی کشاورزی و صنعت بومی و تخریب های دیگه که اینا دیگه خوشبخت توی جداگانه ای پرداخت به این خسارت ها و ویرانی ها بعد از 8 سال جنگ که هم قابل اجتناب بود هم در سال اول قابل پایان دادن بود هم بعد از خرمشهر قابل پایان دادن بود هیچ چیزی در پایان 8 سال جنگ روی زمین برای ایران تغییر نکرد و این فاجعه عظیم انسانی همون چیزیه که رژیم میخواد این روزها بهش لقب دفاع مقدس بده